اعلام ائتلاف بزرگ ملی، این ائتلاف برگزاری نشست بزرگ بر سیاست‌های حکومت انتقاد کردند. وقوع حمله انتحاری در شهر کابل، در این حمله 4 کارمند امنیت ملی کشته شدند و همچنان خبرنگاران از سوی امنیت ملی مورد لطکوب قرار گرفتند. با اینجا با پلکان میرفت غریبی میگد بدر اینجا که آمد ما را اینجا نمیموند، حالا که خبر شده مالی میگه شهید شده، اینجا شهید شده. با اثر این حمله 4 تن از نیروهای امنیتی افغانستان شهید شده و 6 تن مجروح شده. با انتخابات پارلمانی پاکستان به پایان رسید. در این انتخابات عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان پیشتاز است. منم خدا و با عرض سلام به مجموعه خبرین ساعت، با من صدیق فیروز خوش آمدید. مشروع خبرها. ائتلاف بزرگ ملی افغانستان رسما اعلام موجودیت کرد. این ائتلاف که در آن به شمول جنرال دوستم، عطا محمد نور، محمد محقق، یونس قانونی، اسماعیل خان، ظاهر قدیر، انورالله قهدی، همایون، شمار زیادی از چهره های حکومتی و غیر حکومتی گرده هم آمدند، بر سیاست های حکومت وحدت ملی انتقاد می کند و می گوید که این ائتلاف به زودی نامزدش را در انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلام می کند. اعضای این ائتلاف بر سیاست های جاری حکومت اعتراض دارد و می گوید که حکومت پیشین وحدت ملی و مصالحه ملی را مسئول نگه داشته بود، اما اکنون این شیرازه در حال از هم پاشی است و در بخش های مختلف افغانستان بیرق های مختلف بلند می شود. اعضای این ائتلاف میگویند که برای انتخابات از همین اکنون زمین سوزی شده و بسته های استیکر به دست افراد رسیده است و هشدار میدهند در صورت که عدم تغییر نظام انتخاباتی و عدم پذیرفتن خواست های احزاب انتخابات جاری را تحریم میکنند. ائتلاف بزرگ ملی افغانستان که از احزاب سیاسی مختلف، مقامهای حکومتی و غیر حکومتی و چهره‌های سیاسی در ترکیه ایجاد شده بود، رسما در کابل اعلام موجودیت کرد. سران این ائتلاف جدید وضعیت فعلی افغانستان را نگران کننده می‌خوانند و می‌گویند که با وجود وارد شدن حکومت وحدت ملی به چهارمین سال آن، وضعیت امنیتی، اقتصادی و سیاسی کشور با گذشت هر روز بدتر می‌شود. اعضای ائتلاف می‌گویند که ائتلاف بزرگ ملی افغانستان با مشوره تمام احزاب برای بیرون رفت از وضعیت بحرانی فعلی طرح منظمی را آماده می کند و این طرح را با مردم افغانستان و جامعه جهانی شریک خواهند ساخت. تا چند روز دیگر نخبه ها و کارشناسا جمع میشن، حدود تاسیسی را اعلام میکنند. بعد از این ائتلاف نماینده هایش با ائتلاف حراست و سواد بحث میکنند، با تیوی جنابی کرزای سای شخصیت میدی افغانستان و با طرف ها و تیم های مختلف دیگه که حضور دارن، با حزبای سیاسی قدرتمند دیگه که حضور دارن، با اینا بحث میکنن، با یک طرح واحد، با یک فکر واحد، با یک دید واحد، بعد با در آخر با یک تیکت واحد به میدان خواهد آمد. ائتلاف بزرگ ملی به زودی برنامه ها و طرح های کوتاه مدت و دراز مدت خویش را که دارای وضاحت ها، تعهد ها و دیدگاه ها برای بیرون نمودن افغانستان از وضعیت بحرانی فعلی خواهد بود، با مردم افغانستان و جامعه جهانی شریک خواهند ساخت. اعضای این ائتلاف با اشاره به بلند شدن بیرق‌های مختلف در برخی ولایات میگویند که در دوره کاری حکومت وحدت ملی مسائل قومی افزایش یافته است. آنان حکومت وحدت ملی را به نفاق افغانی میان اقوام متهم میکنند و میگویند که سست‌های قومی حکومت سبب شده است که بیشتر مردم بیرق‌های مختلف را در برخی‌های مختلف کشور بلند کنند. برخی از اعضای این ائتلاف میگویند که حکومت پیشین وحدت ملی میان مردم و مسئول ملی را مسئول نگه داشته بود، اما اکنون اجازه در حال از هم پاشی است. اگر چه روز زمان هم بسیار این مسئله جنگ سالار و تومت و تامربازی علیه مجاهدین زیاد بود، اما شعار شمید داد اما مرخمی دنیا دیگه مرخمی دیگه خود دنیا همون بود که مجاهدین مرخم شده را این بردن. خب شعار هم نگاه داد که کلشان خود طرفتر که میرفته این بقیل کشی گرم نگه یک وزن بود که مسئله
پرسان شود که چی انگیزه شده تو بیرق جز سیاه و سفید، سیاه و سر ببرشن، سیاه بیرق سیاه و سر خصف بیرق دیگری که تو باید که چی میخوایی؟ او درد دارد، او احساس توحید کرده، او دستش به حقش نرسیده، او حرفش گوشت نشده. اعضای ائتلاف ملی افغانستان بر تطبیق طرح احزاب در رابطه با تغییر نظام انتخاباتی تاکید میکنند و میگویند که اگر به خواستهای احزاب در انتخابات توجه نشود، انتخابات آینده را تحریم خواهد کرد و این کار پیامدهای خطرناکی برای افغانستان خواهد داشت. آنها میگویند که احزاب کتابچه‌ای از سرانجام و سیگاری برای انتخابات از قبل به افراد مشخص رسیده است و برگزاری انتخابات با استفاده از استراتژی عالی از تقلب نخواهد بود. د شفافیت تضمین نوی نو دا انتخابات کولو ته هیڅ ضرورت نشته دی، ځکه د هر چا په کور کې لکه استاد محقق چې وویلی بوجۍ بوجۍ سټیکرې او تذکرې پرتې دي. ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپلواکۍ او په هیواد کې د شفافو او سراسري ټاکنو ډېر کوچنۍ څرکه هم نه ښکاري. اعضای این ائتلاف میگویند که حکومت و خارجی ها بارها تلاش کردند تا جلو آمدن جنرال دوستم به افغانستان را بگیرند. معاون دوم رئیس جمهوری میگوید که شمار زیادی از افراد اداره‌های خارجی و به این مراجعه کردند تا در رابطه با آمدن جنرال دوستم به کشور خاموش بماند. آمریکا، اتحاد اروپا، انگلیس، نماینده ملل متحد. خب حکومت خوبه در آمریکا برای ما میگه که در طول حکومت دستی را تکرار می‌کنه. مطمئن برادر که این مخالف است. جنرال زای معاون اعلام رئیس جمهوری است. استاد رمتان وارید در حال حالا داخل نظام است این خدر چه کرده؟ این اطلاف کرده. از این اطلاف میکنند که حدود اساسی اطلاف تا چند روز دیگر اعلام خواهد شد و این اطلاف نامزد مشخصی را برای انتخابات ریاست جمهوری آینده معرفی خواهد کرد. در حمله مطربان بر نیروهای امنیت ملی در کابل 4 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار در ساحه کمپانی از مربوطات حوزه 5 امنیتی بر کاروان موترهای قطعه سفریه که امنیت ملی صورت گرفت که در کنار تلفات به این نیروها به مردم محل نیز خسارات هنگفت مالی به بار آورده است. شاهدان عینی این رویداد میگویند که این انفجار نیرومند بود و به منازل مسکونی نیز خساره وارد شده است. شهر کابل روز پنجشنبه بار دیگر شاهد یک انفجار نیرومند بود. این انفجار در منطقه باغ داوود از مربوطات حوزه 5 امنیتی بالای کاروان نیروهای قطعه سفریه که امنیت ملی صورت گرفت. شاهدان عینی این رویداد را نیرومند خوانده میگویند در کنار تلفات و مردم خسارات هنگفت مالی نیز به بار آورده است. ډیر یو زور راور انفجار आवाज مو اوریدو. رښتیا خبري روت ورخطا شو په کور کې کته پورته وکړل چې څوک ماشومان خو به خوښ شوی نه یا څه حساب ده. روت ډیر بد حالات و ډیر یو بد وخت چې هغه لمحه وخت چې موږ باندې تیر شو. رښتیا خبري ته باندې موږ د کور نیمه شیشې چې کوم بل انفجار شوی هغه ټول شیشې او کړکۍ ماتې دي. نیما بچای ول د ته سبزی خرڅوله کارته منډی ته ته زنګ تلفون لک جیک د زنګ تیر ک جکړای نه ده نه ده معلومات نه کیږي. در این رویداد پدر این کودک نیز زندگی خود را از دست داده است. این کودک میگوید که پدرش هر روز صبح برای کار و مزدوری میرفت که امروز در انفجار بر نیروهای امنیت ملی زندگیش را از دست داد. ما اینجا با پلکان میرفت غریبی میگد بدر اینجا که اومد ما عمر علی جنم مدال که خبر شد مال میگه شهید شده اینجا شهید شده 5 بجه میگه بر اومد باز اینجا که اومد میگه یک گرم شد ما که دویدم باز کمپانی رفت این کوچه بند بودیم. ظاهرا به نظر میرسد که در نتیجه این انفجار بسیاری خانه ها و دکان ها آسیب دیدند. بعد در چند کیلومتری این انفجار نیز شیشه های منازل شکستند. وزارت امور داخله میگوید که در این انفجار 4 کارمند امنیت ملی کشته و 6 تن دیگرشان زخمی شدند. متاسفانه حوالی ساعت 5 صبح یک حمله انتحاری در مربوطات حوزه 5 صورت گرفته. با اثری حمله 4 تن از نیروهای امنیتی افغانستان شهید شده و 6 تن هم مجروح شده. وضعیت مجروحین خوب است، همگیش به مراکز انتقال شدیم. در مورد از این که این حمله را چگونه و کی طراحی و اجرا کرده تحقیقات خود آغاز کردیم که حتما اون را با شما شریک. طالبان مسلح مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفتند و ادعا می‌کنند که در این انفجار
تلفات گسترده به قطعه 01 امنیت ملی وارد کردند. از سوی دیگر پس از انفجار امروز در کابل، نیروهای امنیت ملی تصویر برداران کابل نیوز و آژانس خبری پژواک را لتوکوب و کمره های آنان را شکستند. تصویر برداران کابل نیوز و پژواک که برای پوشش خبری به محل رویداد رفته بودند، با برخورد نادرست قطعه 01 امنیت ملی مواجه شدند و وسایل تصویر برداری هر دوی آنان را شکستند و با استفاده از قنداق تفنگ آنان را لتوکوب کردند. اداره های مدافع از رسانه ها و خبرنگاران این کار را برخلاف آزادی بیان خواندند و خواهان بررسی جدی این عملکرد نیروهای امنیت ملی شدند. پس از حمله موتر بم بر قطعه 01 امنیت ملی در منطقه کمپانی، تصویر برداران کابل نیوز و آژانس خبری پژواک بر خاطر پوشش خبری به محل رویداد رفتند، اما با تشدد نیروهای امنیت ملی مواجه شدند و این نیروها کمره های آنان را شکستند. این تصویر برداران میگویند که نیروهای امنیت ملی در حال با آنان چنین برخورد زشت کردند که خبرنگاران و تصویر برداران در فاصله کافی و مناسب از محل رویداد موقعیت د کمره اوشته پس مکه باندې نو منګه یو شر دو ما مرکات وک نور کسانه مرکات وک چې ګورم بل د دو کومبل امکار و چې ما په سراغه وای ودرېګه ودرېګه زمو در ولما په درول سره ما ورته ویلې مالې دغه می کمره ده او دغه می چپ ده تاسو کولای شئ چک چې منګه په حساب یې کوم مواد نه دی اخیستې د اس خبره و نه ورېده او بس کمره یې جګه کړه او پس مکه یې وشته زتی زی په چپیړو مو حلما او نور توهین امراته وک دغه پېخې تا ورغلو چې په کوخ ورکو د ملي امنیت ځواکونو په موږ باندې حمله وکا او موږ یې وایلو او زموږ کمرې ماته کې او کوم کار چې د موږ څه شوی دی هغه هیڅ د بخلو وړ نه ده. در همین حال مسنون کابل نیوز با آژانس خبری پژواک این عمل کرد نیروهای امنیت ملی را برخلاف حقوق بشر و عمل بر ضد آزادی بیان می‌خوانند. آنان خواهان بررسی این رویداد هستند و میگویند که اداره‌های مربوط باید این افراد وابسته به امنیت ملی را شناسایی و با آنان برخورد قانونی کنند. بیان آزادی خلاف عمل ده دیک د ژورنالیستان سره دار قم عمل کوي نو د ملکی خلکو سره به د دوی چلند څنګه وي. دا یو لوی سوال دی چې متوجه دی او ځکه شکایتونه پیدا شوي دي. نو کابل نیوز د کابل نیوز د مسول په توګه دغه عمل په شدیده توګه غندم. دا د افغانستان د قوانینو خلاف عمل دی او غوښتنه کوم چې دغه ژورنالیستان چې شوي ټکول شوي د دې حیثیت باید اعاده کړي او کوم تاوان چې ورسوله هغه باید تلافي شي. دا ډول کړنې په خپله د بیان د ازادۍ په وړاندې ستره ننګونه ده. کچېرې حکومت نه غواړي چې امنیتي پیښې تر پوښښ لاندې راوستل شي نو براله اعلان دې وکړي چې چیرته پیښه کیږي خبر اعلان دې نه وردي. له یوې خوا حکومت په خپله ولسمشر حکم ورکړي چې معلومات ته د لاسرسي د هر خبریال او د هر وګړي حق دی. بیا بل خوا دغه پیښه رامنځته کیږي چې د خبریالانو مخنیوي کیږي. اداره های مدافع از رسانه ها و خبرنگاران نیز این کار را محکوم می کنند و حمله بر کارمندان رسانه ها را عمل برخلاف تمام قوانین رسانه‌ای می خوانند. نیا اداره حمایت از خبرنگاران و کمیته دفاع ژورنالیستان با نشر اعلامیه های جداگانه این برخورد نیروهای امنیتی را محکوم کرده و آن را عمل برخلاف قانون اساسی و قانون دسترسی به اطلاعات خواندند. کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید که شکایتشان را در برابر این عملکرد نیروهای امنیت ملی ثبت خواهند کرد. ما در کنار از اینکه بررسی میکنیم، ما میخواییم را به کمیته مشترک مسئولیت که در رأسش معاون دوم رئیس جمهوری است به اونجا بفرستیم تا اونا هم از موضوع آگاه شوه و روی از یک تصمیم جدی بگیره. کمره مایت سویدی و حل سوی تکل سوی در پیش موز سخت و غندو. واقعا ما به عنوان خبرنگار تأسف میکنم، اصلا نمیدونم به عنوان خبرنگار با حکومت چگونه رویه داشته باشیم و حکومت عین رفتاری را که مخالفان مسلح بر ما میکنن عین رفتار او هم میکنن. در همین حال وزارت اطلاعات و فرهنگ دسترسی به اطلاعات را حق قانونی خبرنگاران میخواند و میگوید که برخورد نادرست با تصویربرداران کابل نیوز و پژواک را بررسی میکند. ما متحد به مراعات نبودن آزادی های بیان و آزادی های مردم افغانستان هستیم و این قضیه را همه جانبه بررسی میکنیم. حتما افرادی که ای عمل انجام داده باشند با اونا مطابق قانون برخورد جدی صورت میگیره.
تشدد قطعی 01 امنیت ملی با تصویر برداران کابل نیوز و پژواک در حالی است که با ایجاد حکومت وحدت ملی آزادی بیان با گذشت هر روز محدود می شود و به گونه مبهم تلفات خبرنگاران نیز در رویدادهای امنیتی بلند می رود. قمندان نیروهای آمریکایی در افغانستان می گوید که تلاش‌هایش را برای تامین صلح در افغانستان جاری نگه می دارد. جنرال جان نیکلسن که یک جا با مسئولان اداره های امنیتی به ولایت پکتیا سفر کرده است می گوید که آتش بس با طالبان موصله نشان داد که افغان ها دیگر صلح می خواهند و به شمول ایالات متحده جامعه جهانی نیز از این خواست آنان استقبال می کنند. وزیر دفاع ملی می گوید که آتش بس گذشته با طالبان موصله یک ابتکار خوب بود و در آینده نزدیک بار دیگر آتش بس با این گروه اعلام خواهد شد. وزیران دفاع ملی و داخله و قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان برای ارزیابی وضعیت امنیتی ولایات جنوب شرق به پکتیا سفر کرده اند. در نشستی که به همین هدف برگزار شده است، قماندان نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید که آتش بس گذشته با طالبان مسلح نشان داد که افغان ها دیگر صلح میخواهند. جنرال نیکلسن میگوید که آنان به هر گونه همکاری با افغان ها در بخش صلح آماده اند و تلاش هایشان را در این بخش جاری نگه می دارند. آتش بس گذشته با طالبان مسلح نشان داد که افغان ها دیگر صلح می خواهند. به شما اطمینان می دهم که به هر گونه همکاری با افغان ها در بخش صلح متحد هستیم و صدای صلح طلبی افغانستان جامعه جهانی استقبال می کند. ما به حیث خدمتگار شما و وزیر دفاع با جرأت تمام ستم ایمان که اردوی است که انشاءالله از ارزشهای ملی را نگرد از جغرافی افغانستان دفاع کرده میتواند و از مردم خود انشاءالله محافظت کرده میتواند. در همین حال وزیر دفاع ملی میگوید که ابتکار آتش بس گذشته با طالبان مسلح یک ابتکار خوب بود و در آینده نزدیک نیز با این گروه بار دیگر آتش بس اعلام خواهد شد. وزیر امور داخله در این نشست از امنیت انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها اطمینان میدهد و میگوید که نیروهای امنیتی به خاطر برگزاری انتخابات آینده آمادگی دارند. وایس برمک میگوید که به هیچ کس اجازه مداخله در انتخابات را نمیدهند و اگر کدام مسئول امنیتی در انتخابات مداخله کند با لوی سارن بوله معرفی خواهد شد. تمام نیروهای پلیس و اردوی ملی و امنیت ملی هر ما در انتخابات به خاطر حمایت هستیم، به خاطر تامین امنیتش هم آماده هستیم، احضارات را داریم، حمایت میکنیم ولی مداخله نمیکنیم. مداخله چه مثبت باشه چه منفی باشه، چه برای یک کسی باشه چه برای غرض یک کسی باشه، هیچ قماندان امنیت، هیچ قماندان زور و قماندان امنیت پلیس در چه در ریاست ولسوالی باشه حق مداخله در روند انتخابات نداره. این اظهارات قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان در رابطه با صلح و آتش بس در حالی است که گفته می شود الیس ویلز معین وزارت خارجه آمریکا نیز جمعه گذشته در قطر با نمایندگان طالبان مسلح در رابطه با مذاکرات صلح گفتگو کرده است. روز جمهور غنی می گوید که مناطق آسیب پذیر بادغیس تشخیص و تدابیر لازم برای آن گرفته شود. رئیس جمهور غنی که به ولایت بادغیس سفر کرده در نشست با مسئولان امنیتی این ولایت گفته است که مناطق آسیب پذیر این ولایت باید تشخیص و برای آن تدابیر گرفته شود. از سوی دیگر رئیس جمهور غنی در مراسم افتتاح سبستیشن برق ولایت بادغیس گفت که مردم بادغیس دیگر امنیت می خواهند و حکومت به تامین امنیت در این ولایت متعهد است. رئیس جمهور غنی که روز پنجشنبه در رأس هیئت به ولایت بادغیس سفر کرده است، در کنار افتتاح سبستیشن برق با مسئولان امنیتی این ولایت بر مسئله امنیتی بادغیس نیز گفتگو کرده است. اشرف غنی میگوید که مناطق آسیب پذیر بادغیس باید تشخیص و برای آن تدابیر لازم گرفته شود. رئیس جمهور میگوید که حکومت به تامین امنیت در بادغیس و تطبیق پروژه های اقتصادی در این ولایت متحد است. مردم بادغیس امن میخواهند و طرفدار امن است. رئیس جمهور همچنان میگوید که با توجه به وضعیت باید پلانهای امنیتی و استخباراتی در بادغیس تطبیق شود. اشرف غنی میگوید که مشکلات مردم بادغیس را از نزدیک شنیده است و در رابطه با آن تصمیم خواهد گرفت. اگر تمتاز اوربان دمالی که اون خود لازد داورتن یا وطنده یا وفادا سفر رئیس جمهور غنی به ولایت بادغیس در حالی است که به گفته آگاهان سیاسی سفرهای رئیس جمهور غنی به ولایات بیشتر جنبه کمپاینی دارد و به عوض حل مشکلات اساسی مردم با مردم دردسرهای تازه ایجاد می کند.
قطع برق در ولایت هرات خسارات هنگفته را به صنعتکاران وارد کرده است. شماری از صنعتکاران این ولایت در یک تجمع اعتراضی میگویند که اگر به وضعیت برق شهرک صنعتی توجه نشود، این شهرک بر رکود مواجه خواهد شد. از سوی هم مسئولان برشنا در ولایت هرات میگویند ایران وعده برق دوامدار را به این ولایت داده است. نبود برق در شهرک صنعتی هرات خسارات زیادی به صنعتکاران و تاجران این ولایت وارد کرده است. شماره سرمایه‌گذاران در شهرک صنعتی هرات در یک تجمع اعتراضی میگویند که قطع وصل‌های برق مشکلات زیادی به آنان به بار آورده است. آنان از حکومت می‌خواهند تا برای برطرف کردن مشکلات برق تلاش کند. و تقاضای ما هم از دولت هر چی تقاضا کردیم فکر می‌کنم فایده نکرده. حالی هم اگه کسی کاری دست نمیای ما از رضای خدا انجام بده دیگه. عقلاً درخواست ما امینه که هم یک تایم مشخصی برای ما تعیین کنن که به این ساعت برق میره. ما قناعت داریم ولتاژ بره پایین، دستگاه روشن نمیشه. بسیاری از کارخانه های پلاستیک سازی است، کارخانه مواد غذایی است، دیگه کارخانه است اینجا، کارخانه های مثلا تخت های پی دی اف است. بسیار کارخانه، بسیار چیزا اینجا ما به شرک صنعتی تولید میکنیم. متاسفانه کلی همین مشکل دارن. از سوی هم مسئولان اتاق صنایع هرات میگوید که پرچبی های برق 13 میلیون دلار به سرمایه گذاران در شهرک صنعتی خساره وارد کرده که تمامی ماشینری این شهرک به مشکل مواجه شده است. آنگونه که مسئولان این اتاق میگویند که اگر به وضعیت برق توجه نشود، آنان مجبورند دروازه شهرک صنعتی را مسدود سازند. و هزارها کارگر که امروز مسدود کار هست یا بیکار میشن و دروازه شهرک صنعتی هرات بسته میشه و ما مجبور هستیم که دروازه های شهرک صنعتی و فابریکات را بسته بکنیم و اعتراضی که بر حق هستیم و اعتراض را ادامه بدیم. روز شنبه هفته جاری هیئت افغانی به منظور مذاکره با جانب ایران به خاطر برطرف کردن چالش های برق وارد این کشور شد. مقام های ایرانی گفتند که برق صادراتی به چندین کشور دیگر را قطع کردند، اما برق افغانستان را محدود ساختند. ایران وعده برق دوامدار به ولایت هرات را داده است. البته با در نظر داشت مشکلاتی که گرمی هوا شدیداً مردم ایران را متاثر ساخته بود و واقعا ما وضعیت بعد در زندگی مردم هم دیدیم و مشکلاتی که اونا با ما خودشون هم با ما گفتن، ما را قطع برق در افغانستان اونا هدایت ندادن. در گذشته 60 درصد برق ولایت هرات را کشور ایران و 40 درصد آن را ترکمنستان تامین می‌کرد، اما در طی چند هفته اخیر برق وارداتی ایران به هرات با مشکلات زیادی همراه شده است. خبرهای خارج از کشور پس از این مقطع. مزاحم شما دید در ادامه خبرهای جهان. نتایج ابتدایی انتخابات پاکستان نشان می‌دهد که حزب تحریک انصاف و رهبری عمران خان در انتخابات روز چهارشنبه پاکستان در مقایسه با احزاب دیگر پیشتاز است. برخی احزاب دیگر و شمول حزب حاکم مسلم لیگ بر رهبری شهباز شریف از تقلب گسترده در این انتخابات سخن می‌گوید و هشدار می‌دهد که نتایج پر از تقلب را نخواهند پذیرفت. اما کمیسیون انتخابات پاکستان انتخابات روز چهارشنبه در این کشور را شفاف و عادلانه اعلام کرده است. عمران خان نیز روز پنجشنبه در سخنرانی تلویزیونیش گفت که در بخش ادعاهای تقلب در انتخابات آماده همکاری است. آمریکا از روسیه خواست تا به اشغال کریمیه پایان بدهد. مایک پمپیو وزیر خارجه آمریکا هنگام رای پاسخ به سوال‌های اعضای کمیته روابط خارجی مشتان جرگه آمریکا گفت که آنان کریمیه را به حیث خاک روسیه بر رسمیت نمی‌شناسند. وی گفت که اگر مسکو کریمیه را دوباره به اوکراین نسپارد، تحریم‌های وضع شده بر این کشور دور نخواهد شد. سرویس خبری ما در همین جا به پایان رسید. سپاسگزارم از همراهیتان. تا دیدار دیگر. علامه.